بعد میگه که مثلا به عنوان مثال آره رفتیم و با رفتیم یه پارتی کرش کردیم رفتیم و بعد اینجوری شد و بعد اینو دادن و بعد من اومدم بیرون سرم گیج رفت و بعد سوار تاکسی شدم نتونستم به تاکسی بگم کجا تاکسی من برد جلوی امرجنسی. من میگم که why would you do that؟ بعد میگه که it's fun. یعنی مثلا تو دیگر کجا اومدی که نمیدونی آدم چرا یهو میره توی پارتی بعدم یه چیز میخوره بعدم سرش گیج میره سوار تاکسی میشه تو مثلا نمیفهمی اینو. بعد ببینم که آره ما که اینجوری یه نسل اینجوری میریم اینا رو هم میس میکنیم نمیفهمیم. هر به هر حال اینجوری برگردیم سر اون من دلم میخواد اونو درست جلو ببریم. بنابراین اگر قادر به خاتمه این رابطه نیستین از شخص سومی کمک بگیرید. تنها چیزی که در بریدن از یک فرد مسموم دقت کنید از خشونت استفاده نکنید، نه خشونت لفظی نه خشونت فیزیکی. برای چی؟ به دلیل اینکه همونطور که ضرب المثل آمریکایی میگه when you fight a pig you both get muddy but remember pig is enjoying it. وقتی شما با یه فرد مسموم بخوای کلنجار بری اولا اون بهتر از شما بلده کلنجار بره، در سالی تو طول کلنجار تو داری خسته میشی اون داره فربه میشه چون خوراکش اینه. خب الان دوست دست بالا بود من این سوالا رو بگیرم امیدوارم مربوط باشه به اینجا که بحثمون عوض نشه. اول شما بعد خانم بهزاد. من خواستم ببینم چون اگر بتونیم این رابطه رو جلوتر ببریم مثلا یه جنرالایز بکنیم نمیدونم چون همش مربوط به کاپلا ما داریم صحبت می‌کنیم. من مادر و دختری رو که مثال زدم که کاپل نبوده، دوست رو که مثال زدم که کاپل نبوده. نه خب ببینید از فشرده ترین روابط انسانی روابط زوج هاست و روابط مادر پدر با بچه ها و خواهر برادر ها. اینا دیگه اون حلقه اول هم دیگه. بنابراین بله شما جلسات اول نبودیم. بله ما اینا رو همه رو بحث کردیم. اگه رو فیسبوک بریم میبینید ما کارفرمای مسموم داریم. شما وقتی که شما هر روز میتونی به همکارت یا بیای خونه به همسرت یا به بچه هات بگی این دیوانه باز امروز اومد اینجوری کرد باز اینجوری کرد اینجوری کرد. درست این مرحله رو شما اگر طی بکنی که وقتی با یک کارفرمای مسموم داری کار میکنی باید اول از رو صندلی قربانی بلند شی ببینی چرا داری این کار رو ادامه میدی. خیلی مشخصه خونه رفتم خریدم $4,000 قسطشه، اگر از این کارم از دست بدم خونم هم از دست میدم، عاشق خونم هم میخوام به این کار احتیاج دارم. خیلی الانم بازار کار خوب نیست اپلای بکنم منو نمیگیرن، حالا میخوام شروع کنم اپلای کنم. بنابراین مشخص شد که شما قربانی نیستی، تو این رابطه هستی به دلیل اینکه میخواید شغل تو حفظ کنی. وقتی این مشخص شد اون وقت همون پروسه رو پی میکنی که این رنج پرمعناییه برای شما، دیسیژن خودته. بنابراین چیکار بکنم که کمتر این پروپام بپیچه، در حالی که اگر یه همچین ابزرویشنی نداشته باشی وقتی ما از یه رئیس عصبانی هستیم خودمونم حتما یه کاری میکنیم که اونو جزشو در بریم، منطقه یه جوری میکنیم که به ما بر نگرده. مثلا یا رئیسی داریم که وسواس داره کافی میکر رو درست میکنیم، قهوه رو میخوریم، اینقدر میذاریم توش، قهوه رو در دهنم پاک میکنیم میذاریم اینجا، این میاد میگه کی دوباره قهوه رو پاتشو نشسته گذاشته اونجا، ولی خودمون میدونیم که اون کار یه آب بگیر خالی کن نمی کنیم به دلیل اینکه میخواییم ویوان رو گت بک اتی. بنابراین نکته دیگری که بسیار مهمه اینه که ما
اگر دنبال رابطه پرفکت میگردی چنین رابطه در جهان وجود نداره. There is no perfect relationship. همه روابط انسان ها فراز و نشیب داره. بنابراین چون فراز و نشیب داره ما باید موج سواری رو بلد باشیم. فرق آدمایی که خیلی میزر بلند با اونایی که اوکی دارن زندگی میکنن و لذت هم میبرن از زندگی اینه که اون موقعی که باید سرشون رو بدوزن بلدن، اون موقعی هم که باید بالا بیان بلد. و اگر ما پذیرفتیم که فراز و نشیب جز طبیعت هر رابطه است، اون وقت باید کار دیگه ای که میکنیم این باشه که مثل یک پژوهشگری که در آزمایشگاه داره مواد شیمیایی رو با آمیبا آزمایش میکنه، میبینه که چی کار میکنه این یهو بنفش میشه، چی کار میکنه این قرمز میشه، چی کار میکنه این بیرنگ میشه. ما میبایست ببینیم که مشکلات این رابطه چی هست، یعنی اول شناسایی کنیم. برای شناسایی این که مشکلات این رابطه چیه، مثلا خیلی وقتا بزرگترین مشکلات مادر پدرها با جووناشون اینه که میخوان برای جوونا تصمیم بگیرن. و وقتی یک 4 سال و نیمه کنار استخر میگه don't listen to her, she's only my grandma. بنابراین بچه ها از بچگی به اندازه‌ای که مستقل باشن، و اینم بگیم لجاجت بچه ها و رجیدیتی بچه ها، یعنی این انعطاف ناپذیرشون، یکی از ویژگی های ارثیه. بعضی بچه های شما مومن تو دستتون فرم میدین، بعضی ها سنگن، همون مدلی که هستن گازش نمیتونی بزنی. طبیعت بچه ها با هم متفاوته و اینو ما میبایست بپذیریم. بنابراین ریشه اصلی ناراحتی ها رو پیدا میکنیم و یک تمرین خیلی ساده وجود داره، رابطه‌ای که میخواییم بسازیم فرد مسموم هم توش هست. اینم بگم یه موقعی ما برای دیگران مسمومی، ما گفتم بارها اینو، ما هم برای دیگران میتونیم سمی باشیم. یه تمرین خیلی ساده، یه شب، یه روز، تو یه روز تعطیل بگیم مثلا بیا یه کاری بکنیم. به این کار میگن being proactive. proactive یعنی چی؟ یعنی قبل از وقوع یه حادثه، قبل از وقوع یه واقعه، شما بتونی برنامه ریزی کنی که وقایع خوب حتما اتفاق بیفته، وقایع بد حتما اتفاق نیفته. خب؟ اینو بهش میگن proactivity in relationship. بیا به پارتنرت، به دوستت، دوستی که با هم دعوا داری یا هر چی، بیا بگو که ببین یه کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که این کاغذ مال تو، این کاغذ مال من، بازی هم میشه باشه، تو خواسته ها تو از من بنویس و حدس بزن خواسته های من از تو چیه، اونم بنویس. دو تا کار، خواسته ها تو از من بنویس، حدس بزن خواسته های من از تو چیه. این ریشه اسامپشنایی که ما داریم. باز اینو میگم یه جالبه، ما یه دوستی داشتیم، البته الان بهش میخندیم ولی غم انگیز بود خیلی. یه دوست خانوادگی داشتیم که تنها پسرشون تو جنگ ایران و عراق از بین رفت. بعد خب خیلی برای خانواده دوستیتینگ بود، به خصوص که حزب اللهی نبودن، باورم به این جنگ نداشتن، شهیدم نمیخواستن و معنای اونجوری هم براشون نداشت. So mother was really devastated. کاری که مادر کرد اینه که انقدر افسرده شده بود که بازنشسته کرد خودش رو. خودش رو بازنشسته کرد با وجودی که موقعیت خیلی خوب شغلی داشت. خودش رو بازنشسته کرد و اینقدر حالش بد بود که از شوهر خواست که بره یه روز حکم بازنشستگیش رو از اداره بگیره بیاره. بعد شوهر رفته بود، حکم بازنشستگی اینو گرفته بود، بعد سر را داشت میمده. اون موقع تو تهران اگه یادتون باشه طرفای عباس‌آباد و فرح و شمرون و اینا یک
کامیونای کوچولی وای میستادن مثلا پرتقال میفروختن، یکی وای میستادن توت فرنگی میفروختن، یکی وای میستادن خرما رو تب تازه میفروختن. این آقا همطور که داشته میامده، بعد دیدی که خب حالا که خانمش باز نشسته شده مثلا یه جوری سلبریت کنه، مودی خودش هم خوب نبود ولی سلبریت کنه، نگاه میکنه این کامیونه رو تب تازه وایستاده بوده، بهترین شیرنی هم خرماست دیگه از نظر سلامتی اینا، یه دونم جعبه خرما خریده و اومده و خرما و حکم بازنشستگی روش. این خانم عصبانی که 6 متر هم چلوار میذاشتی دیگه تموم بود. بازنشستگی خودش خرماست، حالا خرمام که گذاشتی آوردی و اینا، آخه مرد چقدر تو نادونی. بعد آقا خیلی معصومانه میگفت که خب من فکر کردم تو خورما میخوری ولی شیرنی که نمیخوری هیچ وقت. این اسامشنا، یعنی اون که ایل اینتنشن نداشت، اسیوم میکرد دیگه. معمولاً هم آقایون خیلی یه خط عقبتر نمیرن که معنی خورما یعنی چی. بنابراین خیلی معقول با لاجیکشون، با لاجیکشون فکر کردم مثلا من فرق زن و مرد رو بهترینش رو توی این نوه ها میبینم. این دو قلوها دختره مثلا میاد یه روزی احساساتی میگه نزی من میخوام پر بزنم، میخوام برم رو اون بالاترین درخت بشینم، بعد از اونجا میخوام فوتوگرافی کنم، اینا رو حرف میزن. بعد پسره که همسن اون دو قلوه اونجا وایستاده همچین میکنه Human being cannot fly. Logic. به این دلیلی که میگن اصلا زن و مرد از دو کره متفاوتنه. ولی خب حالا بنابراین این رو تا اینجا بذارم، مثل این که باید به وقت سوالای شما برسیم. آها اینو گفتم، بنابراین این تمرین رو به اون میدی، همین تمرین هم خودت انجام میدی، خواسته هات از اون چیه، حدس میزنی خواسته های او چیه. یکی از شیرین ترین بازی هاست، تو دوستا میتونه اتفاق بیفته، تو همکارا میتونه، تو خواهر برادرا میتونه اتفاق بیفته و و و و که ما خواسته های طرف مقابل رو اصلا شناسایی کنیم. و بعد حالا خواسته های طرف مقابل رو دیدیم، We cannot fight it. ما نمیتونیم به یکیسی بگیم چرا خواستات اینه. میتونیم بگیم من در برآوردن این خواسته تو دومی و سومی ناتوانم.